هشدار می‌دادید که تا شما فرهنگ استقلال آزادی و عمل بر میزان کرامت انسان را در خود نهادینه نکنید، استبداد دیگری جایگزین استبداد فعلی خواهد شد. علم، دانش، مطالعه را لازم موفقیت جنبش عمومی می‌دانستید. از این رو به کار فرهنگی و علمی بسیار بها می‌دادید. بیش از 70 کتاب از جمله در تشریح فکر راهنما، اصول استقلال و آزادی، موازنه منفی، ارکان دموکراسی، روش، کرامت انسان، منزلت زن، روش‌های خشونت زدایی نوشتید. آنچه بهان بهای زیادی نیز می‌دادید، نفع دین از خود بیگانه در فلسفه قدرت و بازیابی دین به مثابه بیان آزادی بود، زیرا این را لازمه تحول جامعه به دموکراسی می‌دانستید و می‌گفتید تا بیان دینی جامعه تحول نکند استقرار دموکراسی ممکن نیست. پدر، انسانی شجاع و جسور بودید. لازم نیست یادآور بشوم که چطور از استقلال و تمامیت ارضی وطن را با پهلوانان ایران زمین در خط مقدم جبهه دفاع کردید. اما شجاعت دیگری را داشتید که شاید هموطنان گرامی کمتر به آن توجه کرده باشند. به قول شما پدر، میتوان از مرگ نترسید، اما از کم و زیاد شدن شونات و حسیات ترسید، از توهین شدن ترسید. مردم ایران، شاهدید که استبدادیان پیش و پس از انقلاب و عناصر وابسته به قدرت‌های خارجی چه تلاشی برای ترور شخصیت شما نمودند. اما پدر، شما خود را تأثیر ناپذیر کرده بودید و اعتنایی به این میزان از دروغ و دشنام نمی کردید، زیرا یقین راسخ داشتید که عمل به حق با شفافیت همراه است. زمان دروغ کوتاه و زمان حقیقت ابدی است و تکرار نیز می کردیم که کسی با تخریب دیگری بزرگ نمی شود. شما خطا و شکست را از امرای مستمر و اجتناب ناپذیر در مبارزه و در زندگی می دانستید، اما بر این باور بودید که از خطا می باید تجربه گرفت و سعی بر جبران آن نمود. شما هرگز خطا و اشتباه را با ما فرزندان و دیگران وسیله سرکوفت شما و تحقیر نمی کردید. یکی دیگر از ویژگی‌های شاخص شخصیت شما پدر این بود که نه تنها خود را تسلیم فضا و موقعیتی نمی کردید که جامعه به انسان تحمیل می کند، بلکه بر این باور بودی که انسان با اراده، کوشنده و مقاوم، قادر به تغییر خود و جهان است و بدین سان معمار زندگی خیش و حماسه ساز می گردد. با رشد فضیلت‌های خیش است که امید به تغییر کردن و تغییر دادن را پیدا می کند. تکرار می کردید پیروزی را مقاومت موجب می گردد. برای پیروز شدن باید مقاومت کرد. ما باید روی مقاومت خودمان حساب کنیم. همیشه مثال حضرت ابراهیم را می آوردید. در آتش تنها ماند، اما چون حق بود به تاریخ و ابدیت پیوست. مثال امام حسین و یارانش که در عاشورا تنها ماندند، اما چون حق بودند ندای حق طلبیشان ماندگار شد. پدر، تمام وجودتان سرشار از عشق به وطن و مردم ایران بود. بر تاریخ و ادبیات آن اشراف کامل داشتید. با افتخار و غرور از حماسه ملی فردوسی، حماسه انسانی مولانا و یا پننامه‌های سعدی صحبت می‌کردید. شما یاد هر آن کس که خدمتگزار وطن و مردم بود را پاس می‌داشتید. از آنجا که خود را برای وطن و نه وطن را برای خود می دانستید، خدمت به کشور و مردم را نه تنها وظیفه می دانستید که با عشقی بی نهایت و با تمام توان کوشش و عمل می کردید.
هرگز منتی بر سر خدماتتان نگذاشتید. شما باور داشتید که مردم برای پیشرفت نیازمند شخصیت است. بارها تکرار می کردید آنها که شخصیتی برای ملت قائل می شوند چنان جنایتی مرتکب می شوند که هیچ اصلاحی از قبیل برپا کردن چند کارخانه و ساختن چند را نمی توانند با آن برابری کند. همیشه خطاب به مردم می گفتی شما مردم متعلق به یکی از قدیمی ترین تمدن‌های جهان هستید و یکی از با فرهنگ ترین مردم جهان هستید. آن را از یاد نبرید، قدر آن را بدانید و بپاخیزید و مقاومت کنید تا سرفرازی پیدا کنید. عشق و احترام به مردم مانع از آن نمی شد که آنچه را خطا می دانستید را تذکر دهید. با اینکه گروگانگیری سفارت امریکا در اوائل از حمایت گسترده مردم برخوردار بود، اما شما بدون ملاحظه به تأثیر موضع‌گیری‌تان در میزان آرا در انتخابات ریاست جمهوری با شجاعتی که وصف آن جهانی شد آن را محکوم نمودید. پدرم، شما علم، اراده، ایمان، شجاعت، مقاومت، ادب، پاکیزگی را خصلت‌های اساسی رهبری می‌دانستید. پدرم، مردم ایران این افتخار بزرگ را به شما دادند که اولین منتخب آنها در تاریخ ایران باشید. شما با وسواس فراوان که بعضاً عده‌ای آن را به تنزه طلبی تلقی کردند، مواظب بودید که رفتار و عملتان بر حق باشد تا کبترین خدشه‌ای در عهدی که با مردم در دفاع از استقلال، آزادی، کرامت انسان و رشد بر میزان عدالت بسته بودید وارد نگردد. پدرم، شما مانند مردم ایران از میزان جفا و خیانتی که آقای خمینی و یارانش به آرمانهای انقلاب مرتکب شدند شدیداً رنجور شدید. شما سالها قبل از انقلاب، یعنی در سال 41، درباره مردم ایران چنین نوشته بودید: این ملت از شکست، از احساس شکست چنان رنجور می شود که دیگر برایش یارای به پا خواستن نمی ماند. وظیفه ماست که نه تنها نگذاریم او احساس شکست کند، بلکه باید هر روز با نشان دادن پیروزی های تازه چنان شور و هیجان در او به وجود آوریم که با حرارت آن بتوان از سر ایرانی آباد و مرفه ساخت. بارها تکرار می کردید از آنجا که من اولین منتخب این مردم هستم، کارنامه‌ام چنان شفاف و بی‌خدشه باید باشد تا مردم آسیب دیده ایران به رأی که داده است، به انتخابی که کرده است، در چشم خود، در چشم جهان و تاریخ سربلند و مفتخر باشد تا آن توان و اعتماد به نفس را در خود دوباره بازیابد و مقاومت کند. در آخر می‌خواستم یادآور بشوم که آخرین پیام پدرم خطاب به مردم افغانستان در دفاع از حقوق و مقاومتشان بود. پدرم مردم شریف افغانستان را بسیار دوست می‌داشت و از خود می‌دانست. مردم ایران، خطابم به شماست، هموطنان گرامی. اگر ملتی بخواهد زنده بماند و رشد کند، میباید به داشته‌هایش معرفت و آگاهی داشته باشد و آنها را پاس بدارد. من به مردم ایران تبریک میگویم که دارای چنین بستر فرهنگی بوده و هست که در طول تاریخ ایران توان پروراندن چنین فرزندانی را داشته است. ابوالحسن بنی صدر، بزرگ مرگ ایران زمین، وارث بزرگان دیگر تاریخ ایران، پرچمداران راه استقلال و آزادی، قائم مقام فرهانی،
امیر کبیر مصدق بود و هست و خواهد ماند. پدر عزیزم، پاره وجودم، نور چشم، فرزندانت سوگند یاد می کنند که بار و مسئولیت ادامه مبارزه برای ساختن وطنی آزاد و مستقل و ایرانی آباد، شاد و خرم را همچنان بردوش بگیرند. پدرم، خوشا به سعادتت، خوشا به تقوات، خوشا به وجود سرشار از عشقت، خوشا به وجدان آسودت، خوشا به دل پاکت، خوشا به نام نیکت، خوشا به روح بلندت، خوشا به سعادتت که به خاطر با خاطر جمع از آن چه در توان داشتی در خدمت مردم ایران زمین و برای عزت و سربلندی آن کوشیدید. پدر بزرگوارم، بی نهایت تشکر از فکر راهنمایی که به ما شناساندی، از الگوی دینی که برای ما بودی، از عشقی که به ما دادی. پدر بزرگوارم، مراقب ما باش که شایسته چنین میراثی باشیم. پدر مهربانم، عشق بزرگ من، ما شما را به وطن باز خواهیم گردان.